سلامی گرم به شما بینندگان عزیز. شهلا دانشور هستم، برنامه کارگران و یک دنیای بهتر رو به شما تقدیم میکنم. امیدوارم همه شما حالتون خوب باشه و آماده دیدن این برنامه. موضوعات: اعتراضات گسترده بازنشستگان مثل هر هفته، که هر روزی رو به بخشی از بازنشستگان به اعتراض خود اختصاص دادن، از جمله بازنشستگان مخابرات، تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری که بازنشستگان معلم هستند، و همینجور تو این هفته بازنشستگان مصر در کرمان، همینطور اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه که هفته ای جریان داره در اعتراض به سطح نازل حقوقاشون و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و عدم پاسخگویی به دیگه خواستاشون. مراکز دیگه هم درش اعتراض هست، مثل مترو به طور مثال. و در این حال خب یه بخش از این برنامه اختصاص داره به سرکوبگری های حکومت، دستگیری ها، احضار ها و کارزار های مردمی در مقابله با این سرکوبگری ها. یکی از مسائل بسیار حاد وضعیت توماج صالحی، خواننده رپ و محبوب مردمی، که صدای اعتراض مردم در خیابان و اون با ترانه های زیباش اعتراض جامعه رو بیان میکنه. در ترانه هایی که میخونه از معلم میگه، از کودک کار میگه، علیه کودک همسری صحبت میکنه و همینجور در رابطه با زندان، در رابطه با اعدام، در رابطه با جنگ مردم در کف خیابون، در رابطه با اعتراض و وضعیتش خطریه. جمهوری اسلامی در آخرین دادگاهی که داشته تحت عنوان افساد فل ارض خب اون رو به این متهم کرده و این خطر مرگ بر اون داره و جامعه میدونه. در مقابل فشارهای مردم خب عکس العمل های رو شاهد هستیم که به هر حال تو برنامه به این مسئله میپردازیم. و همینجور در رابطه با تایید حکم اعدام عباس دریس از بازداشت شدگان گزش مردمی در سال 98 در نیزارهای ماهشهر که کشتاری به راه انداخت در اونجا جمهوری اسلامی. و بعد هم در رابطه با کارزارهایی که در رابطه با معلمان هست، همینجور بخش های دیگه که به اون میپردازیم. و بریم سراغ موضوعات. اعتراضات بازنشستگان تا که گفتم گسترده است. اعتراض علی فقر، گرانی، تبعیض، نابرابری، اختلاس از صندوق‌های بازنشستگی، مسبب مزی شورای عالی کار و برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی که تعرض به همه و به ویژه بازنشستگان هستش، اینها همه موضوعات اعتراضات بخش‌های مختلف بازنشستگان هستش. در روز 13 تیر ماه بازنشستگان کشوری از جمله معلمان مثل سه شنبه های گذشته، این معلمان سه شنبه ها رو به اعتراض خودشون اختصاص دادن، دست به تجمع زدن. این تجمع تو سنندج، قزوین، یزد، کرمانشاه، اردبیل و ممسنی مقابل صندوق بازنشستگی این شهرها برگزار شد. یکی از موضوعات اعتراض معلمان مسئله اعدام بازداشت همکارانشون است و خواست اون رو پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات، آزادی فوری معلمان زندانی، کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی و بسته شدن تمامی پرونده های امنیتی هستش. کلیپ می ببینیم از اعتراضات بازنشستگان معلمان. مجلس حمایت می کند، دولت خیانت می کند، مجلس حمایت می کند. از پای نمی نشینیم، حق خود نگیریم، از پای نمی نشینیم. بازنشسته بیدار است، از تبعیض بیزار است. بازنشسته بیدار است، از تبعیض بیزار است. تیر ماه صندوق بازنشستگی کشوری کرمانشاه. هر هفته همکارای گرامی، تجمعات رو یاد بدم، باز بزن، باز بزن، حق تو فریاد بزن، باز بزن، باز بزن، حق تو فریاد بزن. بله، تجمعات معلمان بازنشسته رو دیدید. همونطور گفتم یکی از مسائلشون آزادی معلمان زندانی هست. اخیراً تعدادی از معلمان آزاد شدن، منتها با پابند، یعنی ادامه
حبس زندان و به صورت حبس خانگی که 100 متری بیشتر نمیتونن از خونشون دور بشن. خب فرزانه ناظرانپور یکی از معلمانی که تو این هفته آزاد شد، معلمان با گل ازش حمایت کردن. این در واقع عقب نشینی حکومته، ولی در این حال ادامه سرکوب متحد در موقعیت ضعف جمهوری اسلامی در برابر کارزار گسترده برای آزادی زندانیان سیاسی. مسئله اینه که خب معلمان میگن باشه، ایشون نمیتونه بیاد بیرون، ما میریم و اونجا دیدارشون و دیدار میکنن. تاکید معلمان بر بسته شدن پرونده های امنیتی، آزادی بدون قید شرط و لغو وثیقه و همینجور این شیوه بربریت، آزادی با پابند، این هست. در این حال که میدونن، واقفن، مردم واقفن که این نتیجه فشار جامعه به جمهوری اسلامی. زنده باد فرزانه ناظرانپور، زنده باد همه معلمان. بریم سراغ خبر بعدی. بازنشستگان مخابرات که در دوشنبه تجمع داشتند مثل دوشنبه های گذشته در شهرهای مشهد، اهواز و بندرعباس مقابل اداره مخابرات، صدای اعتراضشون رو علیه فقر و گرانی بلند کردن، علیه بالا کشیدن سهام مخابرات که بخشی از دزدی هاست. بازنشستگان صدای اعتراض کل جامعه هستن، شعار میدادن وزیر بیلیاقت استعفا، استعفا، تحقیق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم. کلیپی می بینیم از تجمعات بازنشستگان مخابرات. بخش دیگه از بازنشستگان در روز یکشنبه تجمع داشتند، یکشنبه های اعتراض در مقابل ساختمان تامین اجتماعی تو چندین شهر از جمله شوش. بازنشستگان شوش و کرخ و هفت‌تپه تجمع داشتن در شوش، همینجور بازنشستگان اهواز، بازنشستگان رشت و کرمانشاه. به جاهای بازنشستگان با راهپیمایی خودشون فضایی از اعتراض در شهرها رو شکل میدن. به این ترتیب اعتراضات گسترده و هر روزه بازنشستگان تأثیر مستقیمی بر فضای اعتراض کل جامعه داره، به ویژه که علیه فقر و گرانی با فریاد درمان رایگان، حق مسلم ماست، حقوقا بالای خط فقر، اگه سبد هزینه 30 میلیونه باید بالای اون باشه. تو بنرهاشون در همین یه ماه گذشته بود که بنرهایی داشتن خط فقر 28 میلیون و اعتراض داشتن به اینکه حقوقشون زیر این مبلغ هست. حتی اکثر حقوقی که میگیرن 7 میلیون 8 میلیون و خود این نشون میده چطور چندین برابر زیر خط فقره، ضمن اینکه هر روز قیمت ها افزایش پیدا میکنه. و بازنشستگان در رشت سرود میخوندن زیر بار ستم نمی کنیم، زندگی جان فدا میکنیم در راه آزادگی، همراه با کف زدن جمعیت معترضی که اونجا حاضر بودم. همطور گفتم اعتراض به برنامه توسعه هفتم حکومت و مصوبه مزدی شورای عالی کار. کلیپ می‌بینیم از اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی. زیر بار تورم شکست پشت مردم، زیر بار تورم شکست پشت مردم، اعتراض اعتراض علیه فقر و فساد، اعتراض اعتراض علیه فقر و فساد. صحنه‌ای پرشور بود، شعار می‌دادن زیر بار تورم شکست پشت مردم، اعتراض اعتراض علیه فقر و فساد، فقط کف خیابون به دست میاد حقمون. اما روز نهم تیر ماه
همزمان با سفر رئیسی به استان کرمان بار دیگه شماره قابل توجهی از بازنشستگان کارکنان مصر در اعتراض به واگذاری صندوق بازنشستگان مصر به وزارت رفاه و دزدی‌های پشت صحنه مقابل درب ورودی مجتمع تجمع کردند. یکی از زنانی که تو این تجمع شرکت کرده بود، شرکت داشت، میگه ما از اینجا تکان نمیخوریم تا وقتی که جواب بگیریم، و سخنان اون با کف زدن جمعیت مورد تایید قرار گرفتش. کلیپی ببینیم از این تجمع که بسیار کوتاهه. من می‌نویسم که این ابطال مصوبه انجام شده، ما از دم دروازه تکون نمی‌خوریم. در ابتدای برنامه از توماج صالحی، خواننده محبوب مردمی، صحبت کردم که با حکم افساد فی الارض خطر طناب دار بر روی سرش قرار داره و جامعه در اعتراضه. دیوار نویسی ها، بنر ها، شعاردهی شبانه، فراخوان در اصفهان به تجمع، همینجور بیانیه‌های مختلف، دادخواهان بیانیه دادن، هشتگ‌هایی که در توییتر به راه افتاد در همین 15 تیر ماه 100,000 بار هشتگ توماج صالحی توییت شدش. تو خارج کشور در شهرهای مختلف، در کشورهای مختلف فراخوان به تجمعات اعتراضی داده شده. تو شبکه‌های اجتماعی در یکی از پیام‌ها نوشته شده توماج صالحی خط قرمز ملت ایرانه. و همینجور در جاهای به شکلهای مختلف، چهرهای مختلف، محبوب فرهزادی از معلمان بازنشسته، مدیای اجتماعی موج میزنه همبستگی با توماج صالحی و به این شکل کارزاری گسترده در جریان است. چرا جمهوری اسلامی چنین پرونده هایی رو جلو میاره؟ به خاطر اینکه توماج صالحی نماد دیگه ای از انقلاب زن زندگی آزادیه. توماج صالحی صدای معلمه، صدای کودککاره، صدای کودک همسریه، صدای اعتراض زندانیانه، علیه زندان صحبت میکنه، علیه اعدام صحبت میکنه، از مبارزات مردم صحبت میکنه و به همین دلیل جمهوری اسلامی از چهرهای اینجوری که در قلب مردم جا دارن وحشت داره. توماج در مورد حق اعتراض و نترسیدن از نقد و اعتراض میگه ابتدایی ترین حق شهروندان یک انسان نقد کردن و اعتراض کردنه. اعتراض کردن حق جامعه است و باید به وضعیت نامناسب اعتراض کرد. کسی که دزدی و اختلاس کرده است باید بترسد. کسی باید بترسد که مملکت رو به این روز کشانده که باعث افسردگی، خودکشی، اعتیاد، سرخوردگی و مهاجرت جوانان و مردم شده است. کسی که به مردم شلیک کرده و دستور شلیک داده باید بترسد. این کشور تعلق به مردم آن دارد و مردم صاحب آن هستند. حق دارند اعتراض کنند. نترسید، کار درست را انجام دهید و از هیچ چیزی هم نترسید. معلمان در یک حرکت حمایتی ترانه از توماج صالحی رو که از اعتراضات رو حمایت میکنه رو در تلگرام خودشون بازنشر دادن. ترانه های توماج صالحی الان توی کانال های تلگرامی پخش میشه. از جمله در کانال دادخواهان میبینیم گوشه های ترانه های اون که صدای اعتراض مردم در کف خیابونه پخش میشه. در اینجا کلیپی رو میبینیم که توماج صالحی در حمایت از معلمان ترانه خوانده. بالاترین طبقه جامعه من
شمایی، اگه ذهن انسان جهان باشه شما خدایی، خالقی، خالق فکر، دبیر اخلاق، بستری، پایه کشت، نوید افکار، آینده کشورمی، فردای بهترمی، رنگ دنیای سیاهم، روشنی شبمی، دانش آموز بی انضباط، تمنیم کتقبی تو و تو صفتم، پشت سرت یک قدمی، قلم دادی دستم قلم میزنم به جات، حالا که دست گذاشتن جلو دهنت میشم من صدات، دیکه میکنم رو برق لعنت به فساد، جای معلم تو زندان است لعنت به استبداد، بمون یاد دادین جلو ظلم وایسیم، ما بذر شجاعتیم که شما کاشتین، بشکن قلمی که لرزید رو ورق و خفه باد گلویی که نگفت راستین، بمون یاد دادین جلو ظلم وایسیم، ما بذر شجاعتیم که شما کاشتین، بشکن قلمی که لرزید رو ورق و خفه باد گلویی که نگفت راستین، حقیقت یا قدرت جواب بده جاه طلب، این امتحان شرف من اولین داوطلب، تو جبهه معلم و سنگر آخرم، همه فرمولا رو حفظم قول میدم باخت ندم، این یه انشاست این به هرچی معلم، ما دست پرورده ی تویم از کارگر تا دولتش، دیوار کوتاه و بلندش، معترض تا مفتش، از مکبر تا این رپری که صداش بلنده، معلم چه جوری بابا نون داست رو یاد بده وقتی سفرش اونقدر نیست که نون توش جا بشه، چه جور از غرور بگه وقتی باتون جواب بشه، در کلاس رو وا کنم که طوفان میشه، بمون یاد دادین جلو ظلم وایسیم، ما بذر شجاعتیم که شما کاشتین، بشکن قلمی که لرزید رو ورق و خفه باد گلویی که نگفت راستین، بمون یاد دادین جلو ظلم وایسیم، ما بذر شجاعتیم که شما کاشتین، بشکن قلمی که لرزید رو ورق و خفه باد گلویی که نگفت راستین. همونطور که اشاره کردم اعتراض در میان بخش های دیگه ای کارگری هم جریان داره و گسترده است. روز 13 تیر ماه کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به سطح نازل حقوقاشون، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و دیگر مطالبات پاسخ نگرفته خودشون برای چندمین روز متوالی جلوی مدیریت تجمع کردند و اخطار کردند که اگر پاسخ به اونها داده نشه اعتراض خودشون رو به مقابل استانداری خوزستان خواهند کشاند. و این مهمه، نیشکر هفت‌تپه یک کانون داغ اعتراض کارگری که هر وقت صدایی بلند میشه توجه ها رو به خودش جلب میکنه. موضوع دیگه، در 13 تیر ماه راهبران خط 5 مترو تهران در اعتراض به برنامه 7 توسعه حکومت که یک تعرض آشکار به کارگران، بازنشستگان و همه مردم هست تجمع کردن و اعتراض کردن. جمله معلولان میبینید مرتبا در رابطه با اینکه اون حقوق اونها، حقوق قانونی اونها در این برنامه حذف شده تجمع دارن. راهبران خط 5 مترو تهران اعتراضشون به اینه که کار اونها از زمره کارهای سخت و زیان‌آور خارج شده. این در حالیه که این کارگران به دلیل کار با برق قوی، فشار قوی برق، کار در تونل و وجود آلاینده های محیطی، آلودگی اوتی، ارتعاشات و غیره، کارشون جز کار سخت زیان آوره و تا کنون این چنین بوده به خاطر فشار اعتراضات این کارگران. مبارزاتی داشتن و تونستن این رو تحمیل کنن و الان برنامه توسعه هفتمون رو حذف کرده. فقط این نیست، با حذف این از کارهای سخت و زیان آور، خب سنوات بازنشستگی اونها در واقع سن بازنشستگی بالاتر میره و همینجور حقوقشون، مزایاشون، و به این دلیل اعتراض دارن به تجمع میکنن. اعتراض به برنامه توسعه هفتم اعتراض همه بخش های کارگری بازنشستگان، الان همین راهبران خط 5 مترو رو خبرش میشنوید و همینطور معلولان و بخش های مختلف، و این خودش یک سطحی از مبارزاتی هست که ابعاد سراسری داره و میتونه داشته باشه. اعتراض دیگه، روز 11 تیر پرستاران قرارداد موقت 89 روزه شهرهای ایران شهر، راسک و همینطور فنوج، شاهبهار، نیکشهر در سیستان و بلوچستان تجمع کردن. ماجرا از این قراره که یک نامه‌ای که از طرف عبدالعزیز جمشید زهی، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر داده شده بود و مهربانه بود و مخفیانه بود، برملا شده. مرسم جالبه، همه نامه‌های مهربانش برملا میشه.
تو نامه گفته بود این پرستاران باید اخراج بشن و به همین دلیل پرستاران تجمع کردن و فضای از اعتراض در میان پرستاران است. پرستاران قرارداد 89 روزه همواره مورد تعرض و اخراج بودن. اینها در دوره کرونا به کار گرفته شدن و در جلوی جبهه جنگلی کرونا و علیه جمهوری اسلامی حکومت کرونایی قرار داشتن و قربانیان بسیاری دادن و یکی از تلاش های حکومت این بود که اینا رو بعد از اینکه فروکش کرد کرونا اخراج کنه و اعتراضات بسیار از جانب پرستاران در شهرهای مختلف بودیم. روز 11 تیر ما برخی از تراکتورداران کلاگنجی محور کلاگنج به کهنوج حوالی دولاب در سیستان و بلوچستان جاده رو بستن. اعتراضشون به کاهش سهمیه کشاورزان برای تراکتوران سهمیه سوختشون کاهش پیدا کرده و خود این بازتاب بسیاری داشت. کلا سیستان و بلوچستان منطقه محرومیه و در این حال پر از اعتراض. کانون داغ اعتراض و انقلاب جمعه های اعتراضی رو به خودشون اختصاص دادن و امروز برای امروز جمعه هم فراخون به تجمع و اعتراض دادن. خبر دیگه اینه که دستفروشان بازارچه ناصر خسرو روز چهارشنبه 14 تیر ماه برای دومین بار مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع کردن. دستفروشان کارگران بیکاری هستند که با اندک اندوختهی مجبور شدن به این شکل امرار معاش کنند و شهرداری یک نیروی سرکوب حکومت در واقع مرتبا اینا رو زیر حمله قرار میده، بساطشون رو به هم میزنه و مرتبا اینا تجمعات اعتراضی داشتن توی شهرهای مختلف در مقابل این تعرضات و مردم هم از اونها حمایت و پشتیبانی میکنن. همه کارگران بیکار، همه کارگران کم درآمد، اوفبران، بولبران، از فروش ها، همه اینا باید از حداقل او پایه معیشتی برخوردار باشن. ما این رو بارها گفتیم و سطح اون باید به بالای در بالای خط فقری باشه که خود حکومت اعلام میکنه و امروز صحبت از 30 میلیون هستش. این موضوع اعتراض این بخش جامعه باید باشه. رسیم به پرونده عباس دریس. عباس دریس کارگر اداره برق بود، 20 سال در اداره برق کار کرد، بعد اخراج شد، دست فروشی میکرد. 3 فرزند داره، 40 سال سن. در جریان خیزش مردمی در سال 98 در جریان حمله به نیزارهای ماهشهر اون بازداشت شد همراه با برادرش. عامش که در قتل یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی موسوم به نوبه دست داشته. این فشار شکنجه وادار به اعتراف علیه خودش کردن و بعد هم حکم اعدام رو برای صادر کردن، چون جمهوری اسلامی میخواست انتقام خودش رو بگیره، به خصوص از ماهشهر که یک کانون داغ خیزش انقلابی در سال 98 بود و کشتار جمهوری اسلامی در نیزارهای ماهشهر خبرش جهانی شد. و الان دیوان عدالت جمهوری اسلامی حکم اعدام رو اون رو تایید کرده. وقتی اول بار حکم اعدام اون رو دادن، همسرش از شنیدن این خبر شوک شد و با سکته مغزی جون خودش رو از دست داد. بسیار بسیار تکان دهنده است. امروز میخوان عباس دریس رو اعدام کنن. نباید اجازه بدیم. این هم یکی از کارزارهاست، این هم یکی از مواردی که بازتاب اجتماعی بسیاری داشته. در مدیای اجتماعی میبینیم، گروه های مختلف کارگری میبینیم خبرش میدن و همینجور ما شاهد این هستیم که دادخواهان در بیانیه خودشون در حمایت از توماس صالحی به عباس دریس اشاره میکنن و خواهان آزادی اون هستن. کمپین برای آزادی کارگران زندانی هم در رابطه با توماج هم در رابطه با عباس دریس در سطح بین المللی بازتاب داده این مسئله رو و ما این کارزار با قدرت به جلو میبریم. مادر عباس دریس در پیامی از مردم میخواد کمک کنن. گوشه ای از صحبتهای این مادر رو بشنویم. عباس دریس بیگناه، سر با دیگه میگم بیگناه، علیکی اعدامش نکنیم تو
باید چه کار کنم؟ تا رو خدا یک کاری بکنیم برامون. بخش آخر برنامه است و در ادامه اخبار مربوط به احضارها، دستگیریها، کارزارها دو خبر کوتاه داریم. حمایت اتحادیه‌های کارگری اروپا از فرزانه زیلابی، وکیل کارگران و معلمان، بسیار چهره محبوب که به 1 سال و 6 ماه حبس محکوم شده و خواستار رفع این اتهامات شدند. همینطور حمایت اتحادیه‌های کارگری اروپا از کارگران زندانی در ایران، از جمله از رضا شهابی و حسن سعیدی، از اعضای سندیکای شرکت واحد که در ماه می 2022 دستگیر و به طور غیابی به 6 سال حبس محکوم شدند. این عزیزان باید فوراً آزاد بشن، پرونده‌های امنیتی باید بسته بشه. این بخشی از کارزار کمپین برای آزادی کارگران زندانی در سطح بین‌المللی. این حکومت اعدام و شکنجه و زندان باید از سازمان جهانی کار اخراج بشه و در سطح بین‌المللی بایکوت بشه. ما این کارزار با قدرت به جلو میبریم. تمامی زندانیان سیاسی رو با قدرت مبارزاتمون آزاد میکنیم. وقت برنامه پایان گرفته. برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.